خب سلام و خوش آمدید به این قسمت گار بیو بازی کنیم فاینال فانتزی 7 و محل حاضر در این جزیره هستیم و فیروز از ما نجات کرده و ما باید فرار کنیم. خب در مورد من تشویش نکنید. بدوید، من نمیتوانم از این واکنش زنجیری توقف کنم. من دوباره شما ببینمت. بدانید تو نمیتوانید از من فرار کنید، نجات بدهید. ببینید که این آسمان به رنگ سیاه تبدیل کرده. خب و ما باید برویم. این ما یک چیز داریم، یک وقت چیز داریم. اوف، اوکی، این خوب نیست. من میدونم ما باید از آتش استفاده کنیم بر ضدشون و بهتر است که این چیزش تبدیل کنم. خوب است. خب من نمیخوام این را ببینم، چیز نیست. متاسفانه این دشمن که ما ببینیم هر وقت این طور هستند. این دشمن آنقدر بد نیستند، اما حتما وقت ما میگیرد. اوف، این جزیره تک تک میشود. اوه، یک بنده شد دختر ما. او لال شد، اما لالیت خودش مشکل نیست، چون که این بسیار تیز است، این برد ها. و معمولا این چیز بسیار سخت نیست که ما پیش از محدود وقت رسیدن به آنجا متاسفانه ما هم دشمن داشته باشیم. اگر خواستیم بگیرمش ما باید از چیزی از طرف دیگر. ما نمیتوانیم فرار کنیم، اما نمیخوام فرار کنم ازش. از این چیز استفاده کرد، اما این مشکل بزرگ نیست، چون ما پیش از این وقت حتما برنده بشویم، پیروز کنیم. به نظر خوب نمیدانستم و این حتما این مشکل است. خوشبختانه فکر کردم او قدرتمند، من فکر میکنم در آنجا بود. اگر ما از طرف دیگر خوب نزدیک شد به آن چیز، بهتر ما میتوانیم بگیرمش. اما فکر میکنم در داخلش صرف یک چیز دوم را یک الکسر داره. این کوتاه‌تر از فکر من. فکر کردم این جای وسیع‌تر و حتما این سخت‌تر بشه که ما به نیروی قایق هوایی برسیم، اما در اینجا است. پس ما در
کنارش حاضر. اما این بازی به ما سوال بپرسد اگر ما میخوام بپریم یا برای ویروس چیز منتظر باشم، ما منتظر کنیم، چون اگر منتظر نمی کنیم او نداشته باشد، همیشه نداشته باشد، دیگه نمی ببینیم و حتما نمیخوام او از دست بدهم. یک عضو گروه ما حتی شاید وفاداری بسیار خوب او آگاهی بود وقتی که ادامه داد با امپراتور که آنان این کار ای شقاوت در مورد تماسا کرد و ایمی همینطور که نمیدونم. و این من میتونم این رو پیداش کنم، نمیدونم و نمیدونم اگر که من میتوانم این رو پیدا کنم. ما وقت داریم، ما فقط انتظار کنیم حاضر برای شادو. من پیداش کنم بعد از نه خب سلاخی، بعد از سلاخی اسپرخا و او هنوز هم وفادار به امپراتور بود، نمیدونم اگر آگاهی بود در موردش. اما خب در گروه ما خب بس دیگه، ما باید برایش انتظار کنیم. او در چند ثانیه بسیار نزدیک وقت پایان بیاید، اما من سیوش کنم اگر من شاید درست نیستم. بیار شادو، بیار. آمد فیروز. خب من که تق انفجار بشوم پیش از وقتی که من میتوانم دستمز خود من بگیرم. خب به قایق هواپیما رویش هستیم اما امن نیستیم. شما نمیتوانید مجسمه آرام کنید؟ و این قدرت خام جادویی به روی زمین تکان میزند، ضربه میزند و این مشکل بسیار خراب است. این سربازان در کجا هست؟ و حتما ما به فقرهای جنوب نرفتیم و دومه نرفتیم و امپراتور خب مثل آنان گفت قسم خورد برابر بر قید عهدنامه و تعهدات خودش از آنجا خوشی کرد، از آنجا بیرون کردند. اما گب نیست حضر و دریوش گفت که او مثل یه حمله اتمی است. خو این هم گره از یک دیگر جدا می سازد، سوزندد. در آن روز دنیا برای همیشه آغاز شد، تغییر داد، داده بود، داده است، شاید نمیدونم، اما مثل پیش نیست. دنیا بسیار زشت است دیگه، آسمان زرد و بنفش و سرخ است و اقیانوسی مثل خون کنها و من فکر نمی کنم
کشاورزی روی این چیز روی این زمین من فکر نمی کنم این ممکن است. در یک خانه کوچک من فکر میکنم این مسیحا است و مسیحا روی یک بستر است، یک رخت خواب. این سید پروفیسور استاد کارشناس مسیحا از رخت خواب آمد. مسیحا سرانجام، مسیحا سرانجام، سرآخر شما سرانجام بیدار شدین. مسیحا گفت من احساس میکنم که من برای همیشه خوابیده بودم. سید گفت برای یک سال حقیقت من فکر کردم شما برای همیشه خوابیده بودید. یک سال و در آن وقت که روی من نظارت کردین سید گفت که بله و من همینطور تقریبا انرژی از دست دادم. ما در یک جزیره بسیار کوچک و بدون هیچ کسی دیگر و بعد از ویران شوی دنیا من بیدار شدم در اینجا و با یک کسی، یک بیگانگان چیزی بیدار شدم با ایشان، با بیگانگان. مسیح گفت که دنیا پس این نه فقط رویا بود، نه فقط تصویر بود. دوستخوای من در کجا هستند؟ کجا جمع شد؟ سید گفت من نمیدونم، من صرف میدونم که ما در اینجا هستیم. شاید ما در طول دنیا، در کل دنیا کسی تنها که زنده هستیم. از آن روز دنیا بیشتر نزدیکتر با نابودی می رود. حیوانان و گیاهان می میرند، دارند میرند. کسی دیگر که با ما بود در اینجا از خستگی یا از افسردگی مردند، مرده بود. مسیح گفت دوستخوای من احتمالاً هم نداره بیشتر. مسیح شما نزدیکترین چیزی به خانواده که من حاضر دارم. ما میتوانیم صرف زندگی ما در اینجا خوب زندگی میکنیم در اینجا سالی سلومیزی. مسیو گفت که فکر میکنم سید یا بویم بابا کلان ار بابا بزرگ، من میتوانم تو رو بابا بزرگ بگیم؟ بابا بزرگ خوب، من بسیار خوشم میآید. خب و خوزر که من یک چیز نوی دارم صرف عطسه میکند. مسیح گفت که خوب که
که بابای بزرگه که گم بود اما خب مسیح گفت که خب شما گرسنه هستین. سید گفت خب من برای 3 سال نخوردم از زمانی که من مریض شدم. چی میخواید بخورید؟ سید گفت اگر من برای ماهی خب در درخواست نبمونم هیچی نمیگیرم. این چیزی تنهایی در اینجا است. مسیح گفت که خب من چند ماهی بگیرم. خب باز بنشید. پس این چیز است که خب من فکر میکنم این کافی است در بره در ویدیو دیگر ما من سعی میکنم خب ماهی بگیرم برای سید. تو دیگر پیروز باشید. خدا نگهدار.